یکی از اونهایی که طرفدار زیاد داره کروسانه. امروز میخوایم با هم یک مدل کروسان درست بکنیم بدون لایی رفتن، هم شکلاتی هم ساده. تا آخر ویدیو همراه هم باش تا یک کروسان راحت با هم درست کنیم. سلام، به کانال من خوش آمدید. انشالله که ایام نوروز به همتون خوش گذشته باشه. ممنون میشم این ویدیو رو دوست داشتین، با دوستانتون به اشتراک بذارید. بریم برای درست کردن کروسان. آرد نون فانتزی، خمیر مایه، شکر. کمی با قاشق هم میزنیم، یکمی که ترکیب شد نمک رو بهش اضافه میکنیم و نیمی از آب دستور رو. با همزن برقی میزنیم یا با دست. کمی که ترکیب شد ما بقیه آب رو کم کم بهش اضافه میکنیم تا آبمون تموم بشه و خمیر جمع بشه. بعد کره دستور رو توی دو سه مرحله بهش اضافه میکنیم. کره باید به دمای محیط رسیده باشه. میتونید از کره حیوانی استفاده بکنید یا کره گیاهی، فرق نمیکنه. بعد که خمیرتون جمع شد، کاملا ورز داده شد، یه خمیر نرمی بهتون میده. اگر با دست کار میکنید حدود 20 دقیقه طول میکشه تا به همچین بافتی برسه، به تست پنجره برسه. بعد خمیرتون رو جمع میکنید، میذارید توی ظرفتون، روش رو نایلون میکشید تا روی خمیرتون خشک نشه و بذارین تو دمای محیط تا حجمش دو برابر بشه. این دو برابر شدن حجم خمیرتون بستگی به دمای محیطتون داره، اما دمای محیط نباید گرم باشه. خمیر من کاملا حجمش دو برابر شده و امتحان میکنم وقتی که فشار میدم به سطح خمیر دیگه بر نمیگرده، یعنی استراحتش کامل بوده، کافی بوده. بعد روی سطح کارم رو کمی آرد پاشی میکنم، خمیر رو منتقل میکنم روی سطح کار، ورزش میدم و به چند قسمت مساوی تقسیم میکنم. این تقسیم بندی میتونید با ترازو استفاده کنید یا اینکه چشمی به چند قسمت مساوی تقسیم کنید، چونه کنید، بذارید روی سطح کارتون. دیگه اینجا استراحت احتیاج نداره، ولی حتما با نایلون روی خمیرها، روی چونه ها رو بکشین تا سطح خمیراتون خشک نشه. بعد یکی یکی از همون چونه اول که گذاشتین کنار شروع میکنین به باز کردن خمیرها. قبلا توی کانال آموزش نون کره‌ای گذاشتم، یه مدل نون فوق‌العاده خوشمزه که با انواع شکلات ها، با نوتلا میتونید سرو کنید، حتی مغزش رو هم میتونید با شکلات پر کنید و نوشه جان کنید. لینکش رو بالا میذارم، میتونید بزنید روش، ببینید و استفاده کنید. برای باز کردن چونه ها حتما از آرد استفاده کنید. زیر و روی چونه رو حتما آرد پاشی بکنید که راحت تر باز بشه و بعد هم روی تمام چونه هایی که به شکل دایره باز میکنید باید از کره استفاده کنید. میزان کره‌ای که توی دیسکریپشن براتون می‌نویسم برای تمام چونه ها باید استفاده بشه. پس تقسیم بندی بکنید که برای هر چونه چه مقدار کره استفاده میشه، به یک میزان باشه بهتر هستش. بعد که تمامش با کره کامل کشوندین توی ظرفی که کفش رو آرت باشی میکنید یا چرب میکنید، فرقی نمیکنه. یکی یکی لایه ها رو میذارین روی همدیگه. کره‌ای که استفاده میشه برای لامینت حتما باید نرم نرم باشه. اگر کمی سفت باشه، چون میخواییم روی خمیر بکشیم، خیلی به سختی پخش میشه. پس حتما 40 دقیقه 50 دقیقه جلوتر از یخچال بذارید بیرون تا
تا خوب نرم بشه که برای لامینت راحت باشه. بعد که تمام لایه ها همینطور که میبینید با کره پوشوندیم، تو همون ظرف میذاریم، روش رو حتما نایلون میکشیم و حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه بهش استراحت میدیم توی یخچال. بعد از اینکه استراحت تموم شد، از یخچال میاریم بیرون، روی سطح کارمون رو حتما آرد پاشی میکنیم، خمیر رو کمی جمع میکنیم، روی سطح کار منتقل میکنیم و با گردن باز میکنیم. چون خمیرمون کاملا پوشیده شده از کره، هم به دست میچسبه هم به وردنه، پس حتما از آرد زیاد استفاده بکنید تا به وردنه نچسبه. باز کردن خمیر به دو روش، یا به شکل مستطیل میتونید در بیارید یا به شکل دایره. اگر به شکل دایره بخواید در بیارید که فقط باید کروسان ها رو به شکل مثلثی برش بزنید، اما من چون میخواستم هم مثلثی برش بزنم و هم مستطیلی برش بزنم که از شکلات استفاده بکنم، برای همین به شکل مستطیل در آوردم که اندازه سایزهای مستطیل رو توی دیسکریپشن براتون می نویسم. و بعد هم برش ها رو میتونید با استفاده از خطکش برای اینکه دقیق تر در بیاد اندازه ها رو بزنید، برش ها رو بزنید و بعد هم طبق فیلم بپیچید، چه مثلثی چه مستطیلی. تا اینجا یه ویدیو اگه خوشتون اومده ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشو روشن کنید تا ویدیوهایی که میذارم براتون نمایش داده بشه، لایک کنید، کامنت بذارید. این ویدیو رو دوست داشتین با دوستانتون به اشتراک بذارید. اگه خواستین از شکلات استفاده کنید، حتما از شکلات نسوز استفاده بکنید. انتهای کروسان رو یه برش میدین. این شکلات باید بعد از برش قرار بگیره، دقیقا طبق فیلم، و بعد هم به آرومی شروع کنید به پیچیدن کروسان. انتهای کروسان حتما باید روی سطح سینی قرار بگیره تا موقعی که حجم میگیره کروسانتون باز نشه. اگر که شکلات آماده ندارید، خودتون میدونید، میتونید شکلات رو ذوب بکنید، به شکل یه میله در بیارین، روی کاغذ روغنی بذارین کامل بسته بشه و بعد هم استفاده بکنید، یا از انواع شکلات های نسوز هم میتونید استفاده بکنید. سینی که استفاده میکنید سینی فر، حتما باید سطحش کمی چرب شده باشه. سعی کنید که کروسان ها رو با فاصله بذارین توی سینی فر تا وقتی حجم میگیره به همدیگه نچسبه. برای حجم گرفتن کروسان ها حتما باید از حمام بخار استفاده کنید. نه تنها این کروسان، انواع کروسان ها، حتی کروسان هایی که با لایی انجام میشه حمام بخار احتیاج داره تا سطح خمیرتون خشک نشه و حجمش هم به خوبی انجام بشه. حدود 1 ساعت و نیم زمان میبره تا حمام بخاری که ایجاد کردیم تا سطح خمیرتون، تا حجم خمیرتون دو برابر بشه. این قسمتی که الان من دارم رول میکنم اضافه های دور تا دور خمیرم هست، یعنی دور ریز خمیر هست. این دوریزها رو میتونید به راحتی رول کنید، کمی با دستتون فشرده کنید،
کنار کروسان های دیگه بذارید تا حجم بگیره و بعدش بعد از پخت میتونید با انواع شکلات ها یا نوتلا سرو کنید و نوشه جان کنید. بعد از اینکه کروسان ها رو هم رو بخار گذاشتین حجم گرفت، میتونید رومال بزنید. موقع رومال زدن سعی کنید که خیلی آروم این کار انجام بدید تا به بافت کروسان هاتون فشار وارد نشه و بعد هم بذارین تو فر گرم شده 180 حدود 15 تا 20 دقیقه. بعدش میتونید بیارید بیرون بذارید کامل سرد بشه. حدود 3-4 ساعت بگذره کامل خنک خنک بشه و بعد میتونید برش بدید، سرو کنید، نوشه جان کنید. سپاسگزارم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. این ویدیو رو دوست داشتین با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنونم. خدا نگهدار.